نگین شیرآقایی، بنیانگذار سازمان آزادی نتورک از لندن همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم شیرآقایی. در بیانیه هایی که در روز جهانی زن منتشر شده، تأکید شده رهایی جامعه از ظلم بدون تحقق مطالبات زنان امکان ناپذیره. این واقعیت رو بیشتر برامون باز میکنین، این حقیقت رو؟ این واقعیتی است که سالیان، یعنی دهه هاست در دنیا به این نتیجه رسیدن. شما وقتی با در جامعه یک قشری با تعداد بالا و به صورت سیستماتیک حقوقشون ضایع میشه و نقض میشه، در حقیقت همه جنبه های مختلف حقوق داره نقض میشه. شما حساب کنید زنها که تفاوتی ندارن از نظر نژادی یا اتنیکی یا مذهبی، از همه قشرهای جامعه هستن. در نتیجه در فضا که زنها در حقیقت میتونن نماینده خطوط فکری، روش‌های زندگی و نگاه‌های متفاوت باشن، همه‌شون دارن سرکوب میشن. خب در چنین فضایی اگر حقوق زن رو بدید، دارید حقوق همه رو هم تا حدی میارید بالا. جدا از این که البته باید به این جنبه‌های مختلف حقوقی دیگر هم پرداخت، اما حقوق کلی جامعه به صورت همگانی بالا خواهد اومد. خانم شیرآقایی، برخی تشکل‌ها هم خواهان بایکوت جمهوری اسلامی به دلیل آپارتاید جنسیتی شدند. این آپارتاید به چه صورت، با چه ابزاری بر زنان ایرانی تحمیل میشه؟ خیلی حسی ما زنهای ایرانی هر جای دنیا که باشن میتونن بگن چرا آپارتاید. به خاطر اینکه اول از همه سیستماتیکه، سازمان یافته است و از بالا به پایین داره از طرف حکومت بر مردم تحمیل میشه. خب ما خیلی درگیر هستیم در این کمپین آپارتاید جنسیتی. نگاه های مختلفی بهش وجود داره که چطور بهترین روش جلو بردن این کمپین هست. یک تفاوت عمده در نگاهی که در مورد افغانستان هست، در ظاهر و از بیرون، و اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته میشه که فکر میکنن که فضای ایران فضای بهتری هست و آپارتاید جنسیتی برای افغانستان فقط باید تعریف بشه. اما در طی این ماه‌ها تلاش فعالان مختلف ایرانی باعث شد که این نگاه در جامعه بین‌المللی پیش بیاد که نه، آنچه که در ایران داره اتفاق میفته همچنان آپارتاید جنسیتیه. به خاطر اینکه حتی اگر قوانین مثلا در حوزه طلاق، مثلا قوانین ضمن عقد یا راه‌های دور زدن قانونی پیدا شده که در برخی موارد به صورت موردی به زنان اجازه داده که وارد فضای عمومی جامعه بشن و زندگی رو تا حدی بتونن به صورت نرمال پیش ببرن، اما به صورت سیستماتیک همچنان هر لحظه که حکومت بخواد میتونه زن رو سرکوب کنه. ما این رو مثلا میگم در مورد حقوق اولیه زنان که میبینیم، در مورد مسئله حجاب اجباری هم میبینیم. گزارش خود امنستی اینترنشنال، سازمان عفو بین الملل یا در حقیقت کمیته حقیقت‌جویی یا به سازمان ملل، همه اینها نشانه هایی داره بر این ماجرا. نکته اساسی که حالا در بریتانیا هم ما فردا مراسمی داریم مثل همونطور که در کانادا دارید، اتفاق اساسی که در بریتانیا افتاده اینه که در پارلمان بریتانیا بارونس هلنا کندی در حقیقت گزارش تحقیقی مفصلی روی این آپارتاید جنسیتی در ایران و افغانستان انجام داده و نتیجه تحقیقاتش این رو میگه که در ایران هم داره آپارتاید جنسیتی اتفاق میفته و به همین دلیل دیگه فقط دنبال تعریف آپارتاید جنسیتی نیستن، دنبال سه راه حقوقی هستن که بر دولت‌های مختلف در دنیا فشار بیاد که بیان این اتفاق ایران و افغانستان رو به صورت گسترده و مصداقی تعریف کنن برای آپارتاید جنسیتی. تا اینجای کار هم به نظر میاد علاقمندی بهش وجود داره، اما پروسه قوانین بین‌المللی پروسه های طولانی هست که باید از راه های مختلفی دنبال بشه. بایکوت کشورها فکر میکنم خیلی قدر مهمیه که میتونه اتفاق بیفته، اما شاید زمانی بتونه به صورت گسترده، مثلا اونچه که در آفریقای جنوبی در مورد ایران هم اتفاق بیفته، که این قدم اول تعریفش رو ما بگذرونیم. ممنون از شما نگین شیرآقایی، بنیانگذار سازمان آزادی نتورک از لندن.